وقتی توازن بین ایمان و عمل ما به هم می‌خورد، آنگاه تعادل فکری، روحی و روانی ما به هم خواهد خورد. آن وقت ممکن است هر گونه سانحه‌ای برای ما اتفاق بیفتد. درست مانند بند بازی که اگر در حین راه رفتن بر روی طناب تعادلش را از دست بدهد، دیگر کاری از نصیحت، تشویق، روحیه دادن و فرمول‌های مثبت درمانی حاصل نمی‌شود. به همین خاطر است که گاهی اوقات حس می‌کنیم از خواندن و یا شنیدن کلام خدا برکت نمی‌گیریم، چون شنیدن کلامی که به آن عمل نکنیم هرگز باعث برکت ما نخواهد شد. مانند نسخه‌ای که دکتر به جهت درمان ما بدهد و ما از آن استفاده نکنیم. هر وقت حس می‌کنید از کلام خدا برکت نمی‌گیرید، یقین داشته باشید که به آن عمل نکردید و تعادل بین ایمان به کلام خدا و عمل کردن به آن به هم خورده است و باید هرچه زودتر بین ادعا و عمل تعادل برقرار کرد. مسیح در متی 7:24-25 فرمود: هر که کلام مرا بشنود و به آنها عمل کند، او را به شخصی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرده و باران باریده، سیلاب ها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شده و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. چقدر مفیدتر و زیباتر است که عملمان در مورد باورهایمان سخن بگوید تا ادعاهایمان در مورد ایمان ما. جلیل سپهر.